بنام خدا و عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم هر کوچه دنیا که هستین، چی در داخل چی در خارج، جور و صحت و سر حال باشین در پهلوی خانواده های محترمتان. باز هم برنامه آشپزخانه است و ما خدمت شما قرار گرفتیم. امیدوار هستم تا آخر برنامه مرا همراهی کنین، تنها نگذارین مثل روزهای قبل و نامه های قبلی که مرا همراهی کردین. دوست عزیز، امروز ما خواستم در رستورانت مینالو کانتیننتال بیاییم و مهمانشان شویم. زیاد پر حرفی نمی کنم، میریم داخل صحبت خود آغاز می کنیم و غذای امروزی را هم به شما دوستا و معرفی می گیریم. با ما باشید. خب دوستا، آمدیم داخل، می خواهیم که صحبت خود را ایستا و خیر آغاز کنیم و اینجا یک دوست ما هستن، من روشون صحبت خود آغاز می کنیم. سلام، خسته نباشید دوستان، بخیر خوب هستید؟ شکر، سلامت. میشه خودتون به ما و دوستان معرفی کنید؟ اسم من مرتضی است، مدیر عمومی میلانو کانتیننتال. بسیار خوب، چند سال میشه که اینجا کار میکنیم؟ در حدود این رستوران که نه واسه در حدود یک دو سال میشه که داشت شده رستوران. خب دو سال میشه که فعال شده این رستوران و شما هم از همو آغاز اینجا کار میکنید. من حیث مدیر عمومی. بله. بسیار خوب، در رست از این دیگر رو اساس هم شما صرف مدیریت میکنید. بسیار خوب، خوش شدیم از اینکه با شما معرفی شدیم و شما همراه دوستا و ما معرفی شدیم. خب میشه که یکم که دیگه برای ما معلومات بدین درباره این رستوران که چطور خواستین این رستوران تا در این قسمت فعال بسازین؟ آیا خوش هستین، راضی هستین اینجا، مشتری ها زیادتر میاین یا موقعیتش چطور است؟ شکر از خوب است، خواستیم که خدمت به وطن کنیم دیگه. حتما دیگه، طبعا دوستای عزیز نگفته نمونه دیگه، هر غذای مزه‌دار که میخواین خود طبعا دیگه مجبور هستیم بیاین در رستوران تا دیگه، اینا که نباشه خود دیگه هیچ. خب درست است، اینجا چند نفر پرسونل است کار میکنن؟ اینجا چند نفر کار میکنن؟ پرسونل در حدود 30 نفر است. 30 نفر، خب بسیار خوب. خب کدام غذاها رو شما آماده میکنین در این رستوران؟ ما غذای فاست فود داریم، پیتزا، برگر، شورما، غذای هندی داریم، پاکستانی داریم. خب یعنی از هر کشور شما آماده میکنید دیگه غذایش؟ غذای داخلی و خارجی است، کباب است. بسیار خوب، غذای وطنی خودمون رو آماده میکنیم. بسیار خوب. خب بیننده عزیز، بخیر استاد، میخوایم بریم طرف آشپزخانه ببینیم که روز کدام غذا را برای ما آماده میکنن. پیش از اینکه بریم داخل آشپزخانه، مرتضی جان ما رو همراهی کنیم که ما آشپزخانه رو ندیدیم. دوستان، ما آمدیم داخل آشپزخانه، خدا دیگه یه آشپزخانه خود بیده بار آمد و مرتضی جان هم همراه ما هستن. مرتضی جان امروز ما را خب اول ما را میبرن پیش سر آشپز بفرمایید. سلام، خسته نباشین، خوب هستی؟ سرستان خوب؟ تشکر، زنده باشین. ما امروز مهمان تان هستیم دیگه، کدام غذا رو میخواین برای ما آماده بسازیم؟ امروز غذای ما دال است. دال است، خب بسیار خوب. میشه به دوستان خودتان معرفی کنید؟ اسمتان؟ من حسابالله دارم، بسیار خوب. چطور است بسپختتان؟ مردم راضی است؟ امروز معلوم میشه دوستان. خوب است، میتونیم که شروع کنین، اول مواد لازمه ببین و دوستان هم و ما هم بکنیم. خب به مقدار ضرورت روغن؟ ضرورت اینه میخواد روغن؟ روغن عادی هست اگر؟ روغن دیگه عادی هست. آها، بسیار چی هست؟ زنجبیل و سیر هست. زنجبیل و سیر، خب کوبیده شده دیگه کاملا. مرچ تازه. مرچ تازه. زنجبیل تازه خراشک شده. اوه نام خدا. خب اینم میمونم سرخ میشه؟ آه
ای داخلش که باز آتش میره نمیسوزه؟ نه داخلش آتش نمیره. چطور است؟ از این غذا زیادتر مردم به نظر نوشیدن میکنن یک غذای هم چطور دارد؟ ما در اینجا دالمای بسیار زیاد داریم، مردم زیاد باریم میکنم ولی بسیار بسمده. چه یک بوی دارد؟ خب این چی است؟ مخصوص دالما رومی هستن. خب رومی است. رومی دیگه پختگرد. خب بسیار رومی که قبلا تراشک شده و سرخ شده کمکه. خب این مولو آبه است که باز پسان دال داخل شده خواهد. دال. خب این دال است اگر؟ دال است. دال ماشی است فکر کنم؟ دال ماشی است باید. ای غذا در چند دقیقه آماده میشه؟ ای غذا تقریبا در حدود 5-6 دقیقه آماده میشه. شما آشپزی از کجا یاد گرفتین؟ آیا رفتین به کشورهای خارجی سفر کردین یا که نیدن این خود داخل افغانستان؟ خارج ما سفر کردیم و باتر در خارج یاد گرفتیم چیزا. چطور خواستم بیاین افغانستان پس؟ بله؟ چطور خواستم پس افغانستان بیاین اینجا اشکال کنیم؟ یعنی این چیزی یاد گرفتیم خواستیم که پس بیم به کشور خود خدمت و وطن خود کنیم و مردم و وطن خود کنیم. دوستا فراموش نشه اینجا نمک هستیم؟ نمک هست بگم نمک هست انداختن استاد و زرچوبه زرچوبه مرچ سرخ هست و زیره مرچ سیاه و تخم گشنیز انداختن مساله جاته که داخل دال؟ داخل دال استفاده میشه. خوب اما تا تون دامرز دیگه دوستا چرا که مرچ سیاه هم انداختن و مرچ تازه هم تایی که سرشپست این طرف میره این آمدن بخیر فکر کنم که قیماق هم استفاده میکنن. قیماق هم انداخته میشه؟ چقدر قیماق بنظرم؟ حساب ضرورت یک قیماق شاید دو قاشق یا یک قاشق پنج دالما شکار میکنن. دیگه کدام غذا رو شما آماده میکنین یا تمام غذا ها زیر کنترل رو خودتان میباشن؟ تمام غذا هایی که در مینوی ما هست در همین شما رو خواهد اینه دوستا ببینیم که اینجا فکر کنم دیگه خلاص هست کارش و میمانیم که این بخیر دال نرم شود دیگه مکمل آماده است دوستا و خوشبختانه امروز ما غذای ما دال است که تمام هموطنان ما حتما دوست دارن و کسایی که در پاکستان زندگی کردن در هند زندگی کردن این کشورهایی است که دوستدار دال زیادتر هستن و خوش دارن که دال نوشیجان کنن و کمک هم گشنیز تازه اضافه کردن به خاطر همین که بوی و شکل غذا را مقبول‌تر بسازن. دوستا اینجا یک ظرف بسیار مقبول استاد میشه رو ببین که یه هندی از گل جو شده خب از گل جو شده دالا در این دم میتون بگن چقدر جالب یک دم میتون میشه چند دقیقه داخلش دیک باشه دو دقیقه باید رو ما دم بکنیم با سرش خود خیلی سیاه خوب. این مسالجاتی که اینجا هستن اینا رو خودتون آماده میسازین یا کنی از بازار تایید میدونیم؟ بله، بعضی مسالا رو خودم آماده میسازیم خب یک ذره سر سرشپزم بیروبار است عجله دارم دیگه زوزت نام خودم تو آجل آجل کارهای خدا پیش میبرن به ظرف چند دقیقه دال آماده ساختن نام خودم خب دو دقیقه مگذارم اینجا دم بگیره بعد از دو دقیقه دیگه آماده است دار؟ بله بعد از دو دقیقه آماده است دار؟ آماده است دار آماده است دم بگیره دم میدن دیگه بعد
زنده باشه. خب یک خوراک هست دیگه؟ بله یک خوراک دال چند افغانی قیمت داره؟ من یک خوراک دال ما 300 افغانی. 300 افغانی. خب این حتما باید من به ذهنم داشته باشم که اما تو یک بوی خاص داره دیگه. هیجان هستم که امروز میخوایم دال نوشیدن کنم. خب دوستان تایی که دال ما آماده میشه ما میریم داخل یک جای را انتخاب میکنیم و میشینیم منتظر از این میباشیم که بخیر دال برای ما بیارن و نوشیدن کنیم و مزیش به شما دوستا بگوییم که چطور است. زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. بیننده عزیز غذای ما آماده است. دال که امروز ما خواستیم برای ما آماده کنن و نوشجان کنیم مزیش به شما بگوییم. طرز تهیهشم دیدین، مواد لازمیشم دیدین. حالا وقت عزیز است که بخیر کمه که نوشجان کنیم و مزیش بگوییم که چطور است. بسیار یک دیگ وطنی مقبول که واقعا غذا را حتما مزه‌دار میکنه. دوستا اقلر تند است، مزدار است واقعا دیگه، زیاد تند است. کسایی که واقعا تندی را دوست دارن دیگه چقدر برشان خوشایند است، اما کسایی که دیگه تندی و قلر نمی خورن یک ذره جزا میتیشن، اما زیاد مزدار است. تشکری میکنیم از کارکنان و سرشپز میلانو کانتینینتال که با ما همراهی کردن، ما را مهمان خود پذیرفتن و تشکری میکنیم از شما بیننده های عزیز که تایید ما را همراهی کردیم. خدا کنه که برنامه امروزی مورد پسندتان قرار گرفته باشه و شما میتونید برنامه های ما را از سلام مای افغانستان و همچنان فوت انترنشنل جادو باکس بیننده باشین. نظریات و نکتان را با ما در میان بگذارین. این بود برنامه امروزی و غذای امروزی که دال بود. تا برنامه بعد شما را به الله پاک میسپاریم. خدا حافظ و نصر.